دوستو سلام، وقتتون بخیر. به محور امشب با من بهرام امون خوش آمدید. نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که از بحر منافع ملی و حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل از ایراد بیانیه در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان انصراف داده. در رشته تویت هایی که از آدرس نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل پخش شدند، به رای جزئیات بیشتر گفته شده که برای ادامه همکاری های دراز مدت افغانستان با سازمان ملل متحد این تصمیم گرفته شده. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که نمایندگی همیشگی دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد از فهرست سخنرانان مجمع عمومی این سازمان حذف شده است. غلام محمد اساقزی نماینده همیشگی پیشین افغانستان در سازمان ملل که پیش از نشست مجمع عمومی این سازمان خواهان شرکت و سخنرانی در این مجمع شده بود، از سخنرانی انصراف داد. نمایندگی همیشگی افغانستان به خاطر حفظ منافع ملی، حفظ کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد و به منظور ادامه همکاری‌های درازمدت با سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت روی مسائل اساسی از ایراد بیانیه افغانستان در مجمع عمومی انصراف نمود. نمایندگی دائمی با حفظ کرسی طبق معمول فعالیت ها و کار خیش را ادامه می دهد. قرار اطلاعاتی که ما داریم، آقای اتمر و آقای استانکزای با طالبان در تماسند و همین ترتیب با پاکستان در تماسند. شاید پاکستان از این طریق اعمال نفوذ کرده باشه که آقای اسحاقزی در مجمع عمومی شرکت نکند، با آنکه آقای اسحاقزی خودش پیشنهاد داده بود که میخواهد در مجمع عمومی به عنوان نماینده افغانستان شرکت کند. حکومت تازه سهیل شاهین را همچون نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی کرد و خواهان سخنرانی امیرخان متقی وزیر خارجه در مجمع عمومی سازمان ملل شد. خواستی که سوی سازمان ملل پذیرفته نشد. تقاضا برای سفیر نو و برای سخنرانی مدتش بسیار کوتاه بود. دیگه ای که به مکتوب وزیر خارجه سفیر مقرر نمیشد. رئیس جمهور، پادشاه و یا خلیفه مسلمین باید است که او کاغذ امضا میکرد و او به حیث سفیر قبول میشد. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که نماینده همیشگی افغانستان را به رسمیت میشناسد و خواست آقای اسحاقزی برای سخنرانی در مجمع عمومی این سازمان را پذیرفته بود. در افغانستان سر و ظلم دید. کم شرایط چه خارجه نیشد. دوی پا افغانستان که غالی چی؟ په افغانستان کې د دوی په طبیعت حکومت راشي. موږ امریکایانو ته ماته افغانان ورکړې ده، غربیانو ته یې ماته ورکړې ده، غربیان یې پسې اخیستې دي. موجوده سرپرسته ادارې ته هم پکار ده چې د افغانستان او نړۍ سره د تحمل لاره د هېواد د لوړو ګټو لپاره ضروري وګڼي. غلام محمد اساقزی در چهار جوزای سال روان خورشیدی از سوی حکومت پیشین همچون نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شد. او پیش از این در نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد به نمایندگی از افغانستان حضور داشت و به تندی از حکومت تازه افغانستان انتقاد کرده بود. آقای سید محمد باقر کاظمی استاد دانشگاه اینجا در استدیو و آقای دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی روی خط اسکایپ با ما وصل هستند. کردو میمان را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. صحبت. آقای کاظمی، فکر میکنین که انصراف آقای اساقزی از سخنرانی از بحر چی بوده؟ به نام خدا، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی نواده پاک پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما و خدمت بیننده های محترم شما. یکی از مباحثی که در بحث انصراف یا عدم انصراف آقای اسحاقزی به عنوان نماینده دائمی حکومت پیشین افغانستان در سازمان ملل که مهم به نظر میرسه است که حالا چقدر منافع ملی در نظر گرفته شده باشه، چون که اگر ما به تاریخچه سازمان ملل و حضور نمایندگان کشورها در سازمان ملل به نمایندگی از کشورها سخن بخوایم بزنیم، اینجا تنها بحث یک حکومت یا حکومت گذشته یا حکومت فعلی نیست. بحث 35 میلیون نفر جمعیتی است که بستگی به منافعش میتونست که نماینده افغانستان سخن بزنه. حالا بحث ای که پاکستان اعمال فشار کرده به خاطر از ای که نماینده پیشین حکومت افغانستان در سازمان ملل صحبت نکنه،
سخنرانی نکنه به خاطر از اینکه علیه طالبان موضع گیری نداشته باشه. جالب اینجاست آقای امان که در تمام کشورها و بر اساس قانون که در سازمان ملل وقتی که آغاز به کار کرد در حقیقت سازمان ملل، افغانستان 52 کشوری بود که عضویت سازمان ملل را به اصطلاح از آن خودش کرد. این که تا حال چقدر تانسته منافع اولیای ملی را به معنای واقعی تمثیل بکنه و به اصطلاح نقش اساسی و درست خودش ایفا بکنه، من فکر میکنم که یک فرصت بسیار بزرگ و حیاتی متاسفانه در حقیقت از مردم افغانستان برداشته شد. حالا فکر میکنین که از بحر چی بوده این انصراف؟ خب دلایل خیلی زیادی وجود داره. یکی از مواردی که حداقل اگر با گزارش هم ما یک اشاره داشته باشیم، آقای اسحاق زی تقاضا کرده بود که یکی از سخنران‌ها باشه، اما در آخرین روز که روز گذشته بله. که نوبتشان بود که باید سخنرانی میکردن با یک بارکی انصراف میتن و دلیلش هم خیلی کوتاه و مختصر اشاره میکنن که به خاطر منافع ملی. بحث منافع ملی وقتی که مطرح میشه، حالا ما بیایم یک نگاه دیگه هم مقایسه‌ای بین دولت‌ها و ملت‌ها هم داشته باشیم، اینجا چقدر مردم افغانستان متضرر شده. اگر بحث تنها موضع‌گیری علیه طالب‌ها میتونست در اینجا مطرح باشه، یقیناً این پیامدهای خوشایندی برای مردم افغانستان نداشت و نداره. ولی از یک طرف دیگه ما یک فرصت بسیار مغتنم دیگر متاسفانه ما از دست دادیم که مردم افغانستان است. شما می‌بینید که اقتصاد افغانستان در حال رکود است، کسانی که حتی به خاطر نان شبشان محتاج هستند میرن به درهای بانک‌ها مراجعه میکنن، از ولایت‌های مختلف حضور به هم میرسانن، هفته ها را میمانند به خاطر دریافت 20,000 افغانی در هفته. خب شما این را در نظر داشته باشین. از یک طرف دیگه هم بحث دیگه که خیلی مهم است آقای امان این است که من فکر میکنم با توجه به بحث دیپلماسی و اخذ کردیت از سوی حکومت طالبان، ما این را هم نباید نادیده بگیریم که طالب ها در حال حاضر اکثریت ولایت های افغانستان را در اختیار خودشون دارند. به همین خاطر ادعای قدرت دارند، ادعای عزیره دارند که نماینده اونها در سازمان ملل حداقل به نمایندگی از حکومت افغانستان و به نمایندگی از مردم افغانستان سخن بزنند. من تنها چیزی را که اینجا میتونم بگویم که یک فرصت بسیار بزرگ را متاسفانه ما از دست دادیم، اما بر اساس قانون کشورها معمولا اسامی نمایندگان دائمی خودشان را قبل از قبل به سازمان ملل راجع میسازه و یک کمیته از کمیته اعتبار بخشی است که در حقیقت بله اونا را انتخاب میکنه، اما متاسفانه در این به اصطلاح تعاملات افغانستان فرصت بسیار خوبی را از دست تشکر. آقای برس فکر میکنین چرا آقای ساغزه از سخنرانی انصراف داد؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان طلوع. دلایلی که آقای ساغزه در رسانه ها داده دلیل بسیار معقول و با اعتبار نیست که آدم به او اتکا بکنه، که دلیل آقای ساغزه این است که گفته به خاطر منافع ملی. برعکس من فکر میکنم که سخنرانی نکردن آقای اسحاق زی در از منبر افغانستان به ضرر منافع ملی افغانستان بود، برخلاف آنچه آقای اسحاق زی در بیانیه کوتاهش گفته که ما به خاطر منافع ملی این سخنرانی را کنسل کردم. سخنرانی آقای اسحاق زی رئیس نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد از طرف کمیته برگزاری این مجلس تایید شده بود در دقایق آخر، به دلایلی که شما هم گفتین ما هم، ایشان انصراف دادن که از نظر ما کارشان برخلاف منافع ملی افغانستان است. حالا آقای ساقزی یک فرصت داشتن که می آمدن به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت می کنند. خب البته یک شمار آقای بارز میگن در پشت همین انصراف رازهای هم نفته است. فکر میکنین چی است؟ مثلا یک شمار ربط میتن به پست اخیر آقای غنی که گفت فیسبوک مک شده، یک شمار میگن که به گفته آقای کاظمی که پاکستان فشار وارد کرده. این موارد فکر میکنین چه دلایل در پشت این انصراف وجود داره؟ خب میتونه 3-4 دلیل باشه، از جمله یکی میتونه این دلیل شخصی باشه، تطمیع شده باشه، میتونه این دلیل موضوعی است که شما یاد کردین، تاثیر حکومت آقای اشرف غنی و خود آقای اشرف غنی بالایی باشه یا مشوره هایشان، میتونه لابی های کشورهای همسایه ما حامیان طالبان باشه، یا میتونه بیرون از حلقه کشورهای
همسایه ما کشورهای جهان را تاثیرگذار باشد. از این چهار دلیل را که من ذکر کردم، هر چهار دلیل هم هر کدامش که باشه در مورد این که چرا آقای اسحاق زئی و نمایندگی مردم افغانستان صحبت نکرد، یک دلیل قانع کننده برای ما حداقل نیست، چون آقای اسحاق زئی نماینده مردم افغانستان در سازمان ملل متحد بود. ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم که افغانستان یک حکومت مشروع نداره، طالبان از راه نظامی آمدن، مشروعیتشان هنوز تأیید نشده در هیچ نهادی ملی و بین المللی. همزمان آقای امرالله صالح رئیس معاون اول مدعی سرپرست ریاست جمهوری است، نحوه آمدن طالبان به کابل و فرار آقای اشرف غنی پیچیدگی های حقوقی را بسیار زیاد ساخته، خصوصا اینکه آقای اشرف غنی حاضر نشد از طریق شورای مصالحه ملی با یک حکومت انتقالی یا توافقی هر چی اسمش میگذارین این قدرت انتقال بکنه. آقای امرالله صالح هم مطابق قانون اساسی آنچه را اعلان کرده ای قانونی هست. این پیچیدگی ها بسیار زیاد است. احتمال داره آقای اسحاق زئی در یکی از زدوبند هایی که ذکر کردیم نتانست به سخنرانی انجام بده که از نظر من کار نادرست کرد. تشکر. باید صدای مردم افغانستان میشد و اونجا از درد و رنج و مشکلاتی که امروز مردم افغانستان با او مواجه هستند صحبت میکرد. تشکر. آقای کاظمی، فکر میکنین چقدر مخالفت حکومت فعلی افغانستان باعث شده تا آقای اسحاق زئی انصراف بده؟ خب یکی از دلایل میتونه همین باشه. وقتی که قرار بود آقای شاهین به نمایندگی از افغانستان گویا سخنرانی بکنه یا آقای متقی به عنوان یکی از سخنرانها در سازمان ملل باشه، من پیشتر هم اشاره کردم که معمولا در یک فضای اینچنینی اسامی افراد به عنوان نماینده هر کشور قبل وقتی که وارد میشه و بعد از او کمیته فیصله میکنه که کدام نفر باید سخنرانی بکنه. اما بحثی که در اینجا خیلی مهم هست، منافع اولیای ملی، وقتی که ما میگیم امروز مردم افغانستان به معنای واقعی بیش از 90% زیر خط فقر زندگی میکنن، خیلی از کارمندانی به شمول خودم که ماها ما معاش دریافت نکردیم، کرایه خانه داریم، گردونه های اقتصادی و چرخه های اقتصادی متاسفانه در حال ایستادن کامل هست، تمام اینها میتونه که نقش داشته باشه. خب اما از طرف خب دیگه آقای امان شمار میگن بله آقای کاظمی با پوزش خوش. نیاز نبوده که آقای اسحاق زئی گپای تند و تیز بگویه یا بر ضد کس بگویه. خب چرا همین حرف دل مردم را بیان نکرده؟ خب فرصت داشته. چرا مهم هم اینجاست، قسمی که جناب آقای بارز هم در بین صحبت‌های خودشان اشاره داشتند، دلیل واقعاً قانع کننده‌ای وجود نداشته انصراف آقای اسحاق زئی از اینکه سخنرانی نکرده. این سخنرانی میتونست نه به موضع‌گیری از حکومت قبلی باشه و تندروانه علیه حکومت طالبان، در حقیقت میتونست زبان مردم و نماینده مردم افغانستان در حقیقت میبود که درد مردم افغانستان را که من پیشتر اشاره کردم خدمت شما، شما میبینین که بر اثر جنگ هایی که متاسفانه در افغانستان اتفاق افتاد، خانواده هایی که کوچ کردند آمدن به شهر کابل، امروز هم من تعداد خیلی زیادی از این خانواده ها را دیدم که اینا محتاج نان شبی هستند که باید کمک شود. خب در حقیقت اگر آقای اسحاق زئی میآمد و با یک نگاهی متفاوت‌تر و برخواسته از دیدگاه مردم در قبال مردم افغانستان و سرنوشت مردم افغانستان، جهان را میتونست متقاعد بکنه که نگاه متفاوت‌تری را به افغانستان داشته باشه. و اقتصاد افغانستان هم پیشتر خدمت شما عرض کردم، امروز پول‌های افغانستان در بانک‌های جهانی در کشورهای بیرون بلوکه شده، منجمد هست و اینا وقتی که وارد گردونه به اصطلاح کارهای رسمی و غیر رسمی و اجتماعی و اقتصادی مردم میشه، یک چیزی در حدود 70-80% از مشکلات مردم در حقیقت حل خواهد شد. اما متاسفانه انصراف آقای اسحاق زئی از سخنرانی کردن در حالی که فرصت داشتن میتونستن سخن بزنن، در حالی که سازمان ملل نماینده میانمار را از سخنرانی کردن
به اصطلاح من کرد و اجازه سخنرانی برش نداد، ولی فرصت افغانستان داشت و میتونستی صحبت را به خاطر منافع اولیای ملی در حقیقت و منافع مردم افغانستان میتونست انجام بده. البته در بس این که چه دلایل در پشت این موضوع وجود داشته، به عنوان آخرین پرسش آقای بارز فکر میکنین؟ خب البته خبرگزاری روی طرز گزارش داده که نمایندگی همیشگی دولت پیشین افغانستان در سازمان ملل از فهرست سخنرانان مجمع عمومی سازمان حذف شده. آیا فکر میکنین یکی از دلایل موضوع باشه؟ نه، این حذف با اساس تقاضای خودی آقای اسحاق‌زئی بوده، نه اینکه سازمان ملل متحد یک جانبه ای را تصمیم گرفته باشد. روی هم رفته آقای اسحاق‌زئی هم از لحاظ شخصیتی هم از لحاظ نهادی یک اشتباهی کلان را مرتکب شد که اگر ما یک کشوری باثبات و قانون مدار داشته باشیم، منجر به مجازات آقای اسحاق‌زئی میشه و مردم افغانستان فعلا در درد و رنج بسیار به سر میبرند. بعد آقای اسحاق‌زئی میامد از درد و رنج مردم افغانستان، از اینکه زنان افغانستان حقوقشان فعلا زیر پای گذاشته شده، رسانه های افغانستان سانسور میشه و مردم افغانستان آزادی های فردیشان را از دست دادن، حکومتی را که فعلا آمده افغانستان را اشغال کرده دنیا به رسمیت نمیشناسه به دلایل سختگیری هایی که دارن، باید در این موارد صحبت میکرد و یک صدایی میشد برای مردمی که واقعا فعلا بی صدا هستند در اثر خیانتی که آقای اشرف غنی در تبانی با گروه معینی انجام داد و حکومت افغانستان را تسلیم داد و فرار کرد. این موضوعاتی بود که حداقل من به حیث یک شخصی که دغدغه افغانستان باثبات را دارم انتظار داشتم که از آقای اسحاق‌زئی بشنوم. از نظر من آقای اشرف غنی و آقای اسحاق‌زئی هر دوشان دو خائن ملی هستند که به منافع مردم افغانستان خیانت کردند. ما امیدوار هستم روزی برسه که یک حکومت باثبات آزاد و بر اراده مردم در افغانستان شکل بگیرد تا اینها محاکمه شوند. تشکر آقای بارز. خب یک شمار میگن که فعلا مسئولیت طالبان به عنوان قدرتداران همی کشور، به عنوان کسانی که مسئولیت دارند در برابر جان و مال مردم، ای بودن میتونه باشه که آقای اسحاق‌زئی قناعت میدادن تا به عنوان کسی که فرصت داشت تا درد دل مردم را بگه، قناعت میدادنش تا در امو نشست از گپ دل مردم میگفت. فکر میکنین در امی قبال مسئولیت طالبان یا حکومت فعلی افغانستان چی بود؟ خب این تعدادی که این حرفی را که سوال را که شما مطرح کردین میگه، اونا طالبان را قبول داره، تعداد اکثریت مردم افغانستان طالبان را قبول نداره، جهان طالبان را قبول نداره، به حیث حکومت مشروع نمیشناسه به دلایل زیاد، از جمله این که از پیشتر ما در آغاز صحبت ها گفتم نحوه فرار آقای اشرف غنی که قدرت را تسلیم نداد و قانون اساسی قبلی فعلا نافذ است، به اساس اون قانون آقای امرالله صالح سرپرست ریاست جمهوری شمرده میشه و این که طالبان نتانستن یک حکومتی همشمول به قول خودشان تشکیل بدن و حتی حامیان طالبان حاضر نیستن اینا را به رسمیت بشناسن و دلایل سختگیری ها و پراگندگی داخلی که اینا دارن، آنچه را طالبان وعده دادن و رسانه ها و مردم جهان نتانستن او را عملی بکنن، به اون لحاظ ما فکر میکنم طالبان نفوذی ایرا نداشتن که به نمایندگی های سیاسی افغانستان از جمله نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد نفوذ بکنن که تا گپ مردم افغانستان و قول شما بگوین، در حالی که طالبان هم از نظر بسیاری ها یک جریان مشروع نیستن که بتانن به اصطلاح حکومت مردم افغانستان بشن. حالا اگر طالبان واقعا میخواهند برای آینده افغانستان کار بکنن، لطفا اعلان بکنن که یک تاریخ را معین بکنن برای انتخابات. از راه انتخابات اگر طالبان رأی مردم آوردن، شاید همه مردم تمکین بکنن و مشروعیت و ثبات افغانستان. تشکر آقای کاظمی. فکر میکنین که طالبان یا حکومت فعلی افغانستان این زمینه را، این توانایی را داشتن تا آقای اسحاق‌زئی قناعت بدن، تا زمین فرصت استفاده کنه؟ حداقل پیشنهاد خودشون رد شد، درست است؟ یگانه گزینه آقای اسحاق‌زئی بود. آیا فکر میکنین که این توانایی وجود داشت تا آقای اسحاق‌زئی قناعت داده شود؟ خب بحث عفو عمومی بود، بحث ای که کارمندان میتونن به اداراتی که کار میکردن قبلا دوباره مراجعه بکنن و کار بکنن، اینا تمام مواردی است که در حقیقت مشروعیت را به دنبال خواهد داشت. غیر از این اگر باشن، من فکر میکنم که موفق نخواهند بود، به این خاطر که اگر ما یک نگاه ساده تر هم بخوایم به این قضیه داشته باشیم، طالبان
به خاطر از اینکه خود را به جهانیان هم به اثبات برسانند که تغییر دیدگاه عمیقی در نگاه طالب‌ها به وجود آمده، بحث آزادی بیان، بحث حقوق شهروندی، بحث تحصیلات عالی، بحث معارف افغانستان، حق زنان افغانستان. و امروز شما میبینید، شاهد هستین که متاسفانه یک تعداد زیادی از دختران افغانستان که با امید آینده بهتر و فرداهای بهتر درس می‌خواندند، با مشکلات عدیده‌ای که وجود داشت متاسفانه از صنف شش به بعد دیگه نمیتونن که این کار را بکنن. و کسانی هم که در پوهنتون‌ها و دانشگاه‌ها در پوهنځی‌های مختلف از قبل درس می‌خواندن، سمسترهای متعددی را سپری کردن، متاسفانه همو آینده خود را روشن نمی‌بینن. حالا ما تقاضایی که حداقل به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که در عرصه تحصیلات عالی چند سبایی حداقل حضور داشتیم، خواهشم از رهبری طالب‌ها است که در بحث تحصیلات عالی حداقل یک دیدگاه متفاوتتری را به جهان به اثبات برسانند، در بحث معارف افغانستان، در بحث نحوه نظامداری و حکومتداری و قانونمداری، چون بحث اعتماد در اینجا خیلی اهمیت داره. این در بحث‌های متعدد دیگه هم جناب آقای امان ما اشاره کردیم. مردم افغانستان به دو چیز در حال حاضر ضرورت اکید و اشد دارند، یکی امنیت و یکی اقتصاد هست. در حال حاضر اگر امنیت را بگوییم نسبی وجود داره، اما متاسفانه در بحث اقتصاد به نهایت مضعیف هستیم. و وقتی که بحث اقتصاد ضعیف پیش می آید، با تمام بحث که وزارت عدلیه فعلی افغانستان عنوان کرده که با مجرمین چگونه برخوردهایی خواهند کرد، اما چون جرم یک پدیده اجتماعی هست، متاسفانه رو به ازدیاد خواهد بود و این به اصطلاح مهار کردنش هم بسیار سخت. پس خوب است که رهبری طالب‌ها، کسانی که در رأس قرار دارند، جناب آقای برادر، جناب آقای حنفی، جناب آقای مجاهد و دوستان دیگری که در حکومت فعلی طالب‌ها حضور دارند، به عنوان سطح کلان رهبری دولت طالب‌ها در افغانستان، اینا بیاین حق شهروندی را به معنای واقعی خودشان، همین قسمی که ما و شما حداقل در بحثی که امروز هست آقای امان، بحث برگشت به قانون اساسی 57 سال قبل هست. این خودش نشان دهنده از این است که طالب‌ها در دیدگاه خودشان مطمئناً تغییراتی را رونما خواهند کرد و این میتونه که در آینده افغانستان و حکومت آینده افغانستان تاثیر خوبی بذاره. فکر میکنید که اگر از این فرصت از دست رفته درست استفاده میشد، به اهدافی که شما یاد کردین روی امنیت و اقتصاد چه تاثیر میتونه بگذاره؟ چی به دست میومد اگر خوب استفاده میشد از این فرصت؟ از این فرصت اگر استفاده میشد، بحث نماینده دائمی افغانستان، از این فرصت میتونست امروز تمام جهان، تمام خبرگزاری های افغانستان سرخط خبرهایش افغانستان است. بعد از سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، تمام جهان متوجه افغانستان شدند به یک باره و نقش متعددی را میخواستند که تمام کشورها به شمول سازمان ملل، به شمول ناتو، به شمول امریکا، به شمول کشورهای دیگه‌ای که عضو ناتو هستند در افغانستان بازی کنند. اما خیلی جالب هست که در گفتمانها یا مذاکرات بیش از تقریبا 18 ماهه‌ای که صورت گرفت بین به اصطلاح گروه سابق طالبان و حکومت فعلی با به اصطلاح ایالات متحده امریکا، تمام این گفتمان‌ها به نتایجی که مطلوب میبایست باشه، به نفع مردم افغانستان میتونست باشه، شاید منتج نشد. به همین خاطر این به اصطلاح تحولات اخیری که به وجود آمد ناشی از برخی از خودخواهی ها یا زیاده خواهی ها یا به عبارتی حفظ کرسی ها میتونه باشه که خیلی عایز اهمیت است. تشکر آقای بارز. فکر میکنین قرار بوده که آقای ساقزی چی بگه که اینقدر مخالفت ها وجود داشته و تا خود آقای ساقزی مجبور شده که انصراف بده و گفته یک شما؟ آنچه را ما شنیدم میگن یک بیانیه بوده که بسیار مخالفت شدید شده بوده علیه طالبان، حرکت طالبان، و همچنین مطالبه شده بوده که از حقوق زنان و جامعه مدنی، رسانه ها، آزادی بیان و در مجموع بازگشت ثبات و آرامش در افغانستان حمایت شود. حالا این مهم نیست که آقای
اساقزه چی میگفت. مهم این است که این میامد و حرف میزد به نمایندگی افغانستان. اگر میامد یک حرفی میزد که برخلاف آنچه در رسانه ها درس کده می بود، باز هم میامد حرف میزد. از نظر ما ادای مسئولیت میکردین خوب بود. ادای مسئولیتی لازم او وقتی قابل قبول هست که از خواسته های مردم افغانستان باید حرف میزد، که این فرصت را از دست داد. و ما فکر میکنم که با توجه به اینکه دوستی ما اشاره کردن که شاید فشار طالبان بوده که آقای اساقزی صحبت نکرده، ما فکر میکنم اگر طالبان این کار را کرده باشن، یک اشتباهی بزرگ را مرتکب شدن. طالبان قبل از اینکه وارد کابل شوند، برداشت مردم این بود که طالبان تغییر کردن و شاید بتانن این بار یک حکومت درستی را که در مشارکت بزرگتر و وسیع‌تر باشه به افغانستان برگردن. طالبان را باید بدانند که مردم افغانستان مردمی 20 سال قبل نیست که در قدرت بودند. بدون به رسمیت شناختن تغییراتی که در 20 سال آمده، حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی های مدنی، آزادی های رسانه ها، اینا کار نمیتونن در افغانستان انجام بتن. بناهن اگر من صحبت های من جمع بکنم، همیست که بعد از بازگشت طالبان به کابل، بیشترین ضربه را بیشتر از مخالفانشان که در مقاومت هست، بیشتر از آدمایی که در رسانه ها با این مخالفت میکنن، خود طالبان به خود زدن. عمل کرده طالبا در واقع دشمن اصلی طالبا شده. فعلا ستون های پایانی طالبا کارهای انجام دادن که رهبران طالبان با او موافق نیستن، و علاوه این که اینا از اختلافات شدید رنج میبرن و بحث زد و بند ها تا سطح درگیری های فیزیکی در سطوح بالای طالبا هم رسانه ای شده. حالا اینا را اگر کنار بگذاریم، طالبان باید درک بکنن که مردم افغانستان مردمی 20 سال قبل نیست، نمیشود با برخورد 20 سال قبلشان اینا مردم افغانستان را اداره بکنن. و همین دلایل و دلایل دیگه ای که گنجایش گفتنش در این بحث نیست، طالبان تا حال نتونستن حمایت هیچ یک از کشورها را حتی کشورهای حامیشان را به دست بیارن. تشکر آقای بارز. دوستو ادامه محور پس از وقفه کوتاه. به ادامه محور خوش آمدید. آقای کاظمی، با توجه به وضعیت موجود، چقدر بحث بر رسمیت شناختن طالبان را یا حکومت فعلی افغانستان را دور یا نزدیک می‌بینید؟ اجازه بدین ما قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بیایم، دو موضوع را یادآوری بکنم. یکی بحث اعمال فشار پاکستان بر سازمان ملل که فکر میکنم در بین صحبت‌های ما یا من درست نتونستم بیان بکنم یا خلط مبعث شد، که ایره من نمیتونم تایید بکنم که پاکستان اعمال فشار کرده باشه روی قضیه. البته وقتی شاید یک شمار تهدیدهای چنین باشه، بله یک اشاره ما میگونه بود، گمانه‌زنی هایی هست. یکی بحث ای که طالب ها هم چنین یک تقاضایی کرده باشه، من فکر نمیکنم که طالب ها چنین یک تقاضایی کرده باشه که آقای اسحاق زی سخنرانی نکنن، در حالی که طالب ها وقتی که فرد مطمئن خودشون را معرفی میکنه، در حقیقت نشان دهنده از این است که به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان و به نمایندگی از مردم افغانستان باید سخن زده میشد، و این فرصت بسیار خوبی بود که متاسفانه ما از دست دادیم. امیدوار هستیم که این موضوع بررسی شود دوباره، یک فرصتی اگر ممکن باشه حداقل سازمان ملل بر اساس عمو دستورالعملی که داره، حداقل در بحث کشورهایی که سرنوشت مشابه افغانستان داره میتونن تصمیم ای را بگیرن که یک جلسه فوق‌العاده بگیرن. حداقل در این زمینه ما خواستیم هم از امارت اسلامی افغانستانی است که نماینده خودشون را معرفی بکنن زودتر، که سازمان ملل و کمیته‌ای که بررسی میکنن معرفی شده بود و معرفی خب این زمان بسیار محدودی بود. من در آغاز بحثم خدمت شما عرض کردم که زمان نیاز هست، نماینده که معرفی میشه از قبل باید به کمیته معرفی شود و پس از او به عنوان سخنران میتونه سخنرانی بکنه، در حالی که طرف وزارت خارجه هم معرفی شده بود، خودش هم میتونه به عنوان یک چالش باشه. درست است؟ خب یکی از مباحث از نگاه قانونی این گونه است. وقتی که از طرف وزارت خارجه یک کشور فردی به عنوان نماینده دائمی کشور در سازمان ملل به اصطلاح گماشته میشه و انتخاب میشه، این خودش از نگاه قانونی نمیتونه مدار اعتبار باشه. به همین خاطر بحثی که از نگاه قانون در اینجا مدار اعتبار است، بحث ریاست جمهوری است یا شاهی است یا هر نظام دیگه‌ای که وجود داشته باشه یا امارت اسلامی، بر اساس از او پس ما میتونیم از نگاه قانونی را
مدار اعتبار کنه. در سالی بود که چقدر بر رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان را دور یا نزدیک می‌بینید؟ من در آغاز سخنهای خودم گفتم جناب آقای امان که هم طالب‌ها امارت اسلامی به دنبال کردیت گرفتن هستن، این را از حق نباید بگذاریم. در عرف دیپلماسی یا عرف سیاستمداری و قانونگذاری مسائل اینچنینی وجود داره. موارد خیلی زیادی مطرح میشه، بحث اعلان و اعمال مطرح میشه، اما آن چیزی که میتونه به اصطلاح این پرسش را در حقیقت پاسخ دقیق تر بده زمان هست و گذشت زمان هست و تعهدی که طالب ها سپردن. و بحث دیگه که من میخوایم مطرح بکنم آقای امان، اگر بحث از این است که سازمان ملل و کشورهای دیگر افغانستان را و حکومت افغانستان را، امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، یکی از مواردش خیلی مهم هست بحث از این است که افغانستان یک کشور کثیرالقومیتی است. بله. زبانهای مختلف، گویشهای مختلف، احزاب مختلف، جریانهای متعددی وجود دارد. حتی در دو فقه حنفی و جعفری وقتی که ما وارد میشیم میبینیم که شخصیت‌های کارگزار و تأثیرگزاری وجود داره که طالب‌ها وقتی که برای سیستم اداری خودشان از اینها در حقیقت کار بگیره و فرصتی مساعد شد و بحث همشمول بودن و همه قبول بودن به اصطلاح مطرح شد، پس فرصت خوبی را که طالبان و امارت اسلامی حداقل در اختیار داره ای است که این تعهد را به جامعه جهانی حداقل به اثبات برسانه که ما بر تعهداتی که کردیم، به وعده هایی که کردیم، ما و از شما وقتی که ما مشروعیت میخواییم، از قومیت تاجیک ما در حکومت حضور داره، از قومیت ازبک ما در حکومت ما حضور داره، از قومیت سادات در حکومت ما وجود دارن و حضور دارن، از قومیت تاجیک حضور داره، از قومیت قزلباش و بیاد تمام اقوام وجود داره. وقتی که این گونه خواهد شد، افغانستان تاکید روی ازی داره که بر اساس ظرفیت و شایستگی گزینش ها صورت بگیره. و ما اتفاقا چند شب پیش یا دیشب بود فکر کنم که با یک از نمایندگانشان صحبت داشتم، اونا گفتن که بعض از خواستهای جامعه جهانی خط سرخ ماست. مثلا اونا میگن حکومت مشمول ای که ترکیب قومی باشه، درست است، ولی ما میگیم که بر اساس شایستگی باشه. کاملا دقیق است. ما هم به عنوان یک کارمند پیشین حکومت افغانستان حداقل این خواسته ایم هست، به نمایندگی از یک جمع تحصیل کرده افغانستانی را ما میخواهیم بگویم که اگر بحث را ما میخواییم این گونه مطرح بکنیم، بیاین اینمی مواردی را که مطرح کردن، مواردی را که سخن زدن در رابطه با او تعهد سپردن، به خاطر مشروعیت خودشان امارت اسلامی افغانستان بیاین و از افراد تأثیرگذار، افراد نخبه، افراد که میتونن در سیستم اداری و نظاممندی و قانونمندی ممد امارت اسلامی افغانستان شوند کار بگیرند. من مخالف از این هستم که کسانی که در گذشته تجربیات ننگین و سیاهی را حداقل از خودشان به منصه ظهور رساندن، مردم افغانستان هم اونا را میشناسن، جهان هم اونا را میشناسن و طالبان هم اونا را میشناسن. من خودم به عنوان یک کارمند سابق حکومت افغانستان موافق این مسئله نیستم. فکر نمی‌کنم که تعریف جامعه جهانی را از حکومت شمول می باشه که می افراد دوباره روی کار بیان. من فکر نمی‌کنم. بحث خواسته جامعه جهانی بحث این است که حتما افراد که در گذشته، چیزی که حداقل ما تجربهش داریم آقای امان، متاسفانه مردم افغانستان سالها از این قضیه رنج کشیدن. در حکومت‌های پیشین، در ما انگشت ملامت را اول به طرف خودم میخوایم دراز بکنم، در حکومت‌های پیشین وقتی که یک والی از ولایتش برکنار میشد، یک پست دیگه برش داده میشد. وقتی که از ریاست برکنار میشد، معین میشد. وقتی که از معینیت برطرف میشد، وزیر میشد. ما قحط الرجال نداریم خوشبختانه در افغانستان. کسانی را ما داریم، کسانی را که شاید ناشناخته باشند، شاید حتی جامعه جهانی اونا را نشناخته باشند، امارت اسلامی هنوز اونا را نشناخته باشند، ولی وقتی که یک گفتمان پیش بیاید، وقتی که امارت اسلامی تعهدی را که سپرده یک فراخوانی عمومی بکنند، من فکر میکنم که افراد نخبه ای را میتونن جذب بکنن و این افراد نخبه میتونن از طیف های مختلف، از تکنوکرات ها باشه، از به اصطلاح از
احزاب چپی و راستی گذشته باشند، از افرادی که در حکومت پیشین بودن باشند، اما افرادی که صادق هستند و برای مردمشان از جان مایه میگذارند و از حق این که در پستی در مقامی و تکیه میزنن بر کرسی از او سوء استفاده نکردن یا نمیکنن، از این افراد وقتی کار بگیرن و فکر میکنم که یکی از مواردی هم که آقای امان حتی در کنفرانس ژنو یکی از مواردی که مطرح شد و جامعه جهانی خواست که کمک های خود را تقلیل بده و تقلیل هم داد، بحث فساد گسترده اداری بود که در حکومت گذشته وجود داشت. این را انکار نمیتونیم کرده، هیچ عقل سلیمی این را انکار کرده نمیتونه. شاید خیلی از مردم مرا ملامت بکنن و انگشت انتقاد به طرف من دراز بکنن که خودت به عنوان کسی که سخنگوی یکی از مقامات تراز اول و فرد دوم افغانستان بودین، چرا چون این یک سخنی میزنین در حالی که در حکومت گذشته کار میکردین؟ هر کارمندی، ده ها هزار کارمند دیگه آقای امان شبیه ما در حکومت، در حکومت گذشته کار کردند، افراد من خود را نمیگم، افراد صادقی وجود دارند و حضور دارند که افغانستان را به هیچ بهایی ترک نکردند. حاضر هستند با تمام چالش ها، با تمام مشکلاتی که وجود دارند، افغانستان را به عنوان وطن خودشان، به عنوان خانه خودشان، به عنوان جامعه کثیر قومیتی که خود از اونا جزی از او جامعه محسوب میشن بیاین و در حقیقت نقش اساسی و درست خودشان را ایفا بکنن. همه شمول بودن به معنای همه قبول بودن هست. پس این همه قبول بودن زمانی صورت میگیره که طالبان هم بیاین به تعهدات خودشان عمل بکنن و از افرادی کار بگیرن که بتونن سیستم اداری و قانونگذاری و حکومتداری و نظاممندی آینده را تسهیل بکنن برای روند بهتر اقتصاد و امنیت در افغانستان. آقای سید محمد باقر کاظمی، استاد دانشگاه، تشکر از شما اینجا در استودیو. و البته آقای بارز، قبل از اینکه از وقفه بیایم، ارتباطشان با ما قطع شد. دو صدامه محور، وزارت عدلیه اعلام کرده که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان به گونه موقت نافذ خواهد شد. سرپرست وزارت عدلیه می افزاید که به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارند. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته این قانون تا زمان ایجاد قانون تازه خواهد بود. سرپرست وزیر وزارت عدلیه در دیدار با سفیر چین در کابل گفته است که قانون اساسی دوره محمد ظاهرشاه شاه پیشین افغانستان را به گونه موقت نافذ می نمایند. امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون محتوا که با شریعت اسلامی، فقه و اصول امارت اسلامی در تضاد باشد تطبیق خواهد کرد. علاوه بر این، قوانین و آلات بین المللی که با اصول شریعت و امارت اسلامی در تعارض نباشد، نیز مورد احترام قرار می گیرد. قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه 11 فصل و 128 ماده دارد. با این حال دیدگاه ها درباره قانون اساسی حکومت محمد ظاهرشاه گوناگون هستند. ظاهرشاه قانون سر یو قید لگیده نه؟ چه اگه قانون بنافذی که خو کچر تو کم موارد اگه قانون که داسی و چه اگه دی شریعت او دی حنفی فقه سر پتکر که ونو دیا اگه قانون نافذی اگه موارد ننافذی. قانون اساسی دوره ظاهرشاه با تناقضات مواجه است. در کنار این که حاکمیت را از آن مردم میداند، اما تمثیل کننده این حاکمیت را پادشاه اعلان میکنه. در کنار این که تک مذهبی بودن این قانون با تنوعات موجود افغانستان سازگاری نداره و نمیتواند انسجام و وحدت لازم را به وجود بیاره. منابع میگویند که نافذ شدن قانون اساسی زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز بررسی های دادگاه کیفری بین المللی را درباره جنایت های جنگی در افغانستان رد می کند. و گفته این کمیسیون بررسی های دادگاه کیفری بین المللی درباره جنایت های جنگی در افغانستان باید عادلانه و همه جانبه باشند. دادگاه کیفری بین المللی می گوید جنایت های جنگی را که در افغانستان از سال 2002 به این سو رخ داده بررسی می کند. و گفته این دادگاه تمرکز بیشتر این بررسی ها بر طالبان و شاخه خراسان داعش در افغانستان خواهد بود.
دادگاه کیفر بین المللی با پخش بیانیه گفته است که پرونده جنایت های جنگی در افغانستان را که از سال 2002 میلادی به این سو انجام شدند بررسی می کند. در بیانیه این دادگاه آمده است سندها و دلایل کافی درباره نقض حقوق بشر، حمله به غیر نظامیان، اعدام‌های خودسرانه و هدف قرار گرفتن زنان و کودکان از سوی طالبان و شاخه خراسان داعش در افغانستان نزد دادگاه کیفر بین المللی وجود دارد و این پرونده ها بررسی خواهد شد. تنها طالب و داعش نیست، گروه‌های مختلف تروریستی در افغانستان بودن و شاید باشند. به این خاطر از تمام جهانیان و بخصوصا ملل متحد ما افغانا خواهش میکنیم تا همه گیر تحت بررسی قرار بدن. از سوی هم در بیانیه این دادگاه آمده است که بررسی جنایت‌های جنگی که از سوی ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی انجام شده در اولویت این کار آنها نیست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ با رد این ادعا میگوید عامل اصلی جنایت‌های جنگی در افغانستان آمریکا است. داعش پدیده امریکاست. جرایمی که داعش مرتکب میشه پس مسئولیتش راجع بر امریکاست. اسناد و شواهد وجود داره. دومی که امریکا در افغانستان جرایم جنگی شدن. با این همه ایالات متحده بررسی جنایت های جنگی در افغانستان را از سوی دادگاه کیفر بین المللی می ستاید. علت این جنایات بوده خود امریکا بوده که دخالت نظامی کرده در امور یک کشور. دموکراسی سازی با توپ و تفنگ به طور مستقیم به معنی جنایت جنگی هست. این دادگاه در حال اعلام آمادگی به بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان می‌کند که سال گذشته آمریکا به بررسی اتهام‌های جنایت‌های جنگی در برابر سربازانش در افغانستان از سوی دادگاه کیفر بین المللی مخالفت کرد و مانع بررسی در این باره شد. شورای پناهندگان ناروی گفته که در زمستان امسال بیش از 20 میلیون تن در افغانستان به کمک های بیدرنگ انسان دوستانه نیاز دارند. دبیر این شورا هشدار میداد که اگر به افغانستان کمک های بیدرنگ انسان دوستانه انجام نشود، فاجعه انسانی رو خواهد داد. از سوی هم شمار از کارگران در پایتخت گفتند به علت ناداری و بیکاری با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند. وسایل کاریش را برداشته است و در انتظار پیدا کردن کار است. در میان آنان کسانی نیز هستند که از یک ماه بدین سو برایشان کار پیدا نشده و روزانه با دست های خالی به خانه هایشان برمیگردند. این مردم چاو که مال می جاست پیسه چای صبح نداره بیچارهشان. شاو که در خانه چی رقم کنه؟ والا از حکومت سقوط شده یک ماه دو کار نکنیم. امارات اسلامی که اومده دیام کار نکنیم، یعنی بیکار هستیم. میایم تا 12 یک بجه می باشیم پس میریم خانه. فقر و تنگ دستی این خانواده 20 نفری را نیز با دشواری های روبرو ساخته است. پا مسلمانی باور و که در غرمی روژه لاله مجلو رو دخش در سخت حالات سر مخی بس چه دشپیه و چه تیرو؟ چه دشپیه که و چه و کلنده و چه و سر گوله روژه خورو بس دخش مگذاره ده. کس مجبور نباشه دستش در پیش کس دراز نمی کنه بیاد، ما مجبور هستیم، باید که در ما توجه شد و باید که یک ذره زندگی ما خوب شد. از سوی دیگر شورای پناهندگان ناروی هشدار می دهد که افغانستان در اوضاع دشوار اقتصادی قرار گرفته. یک شمار بزرگ از مردم این کشور که نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند، یعنی نزدیک به 20 میلیون تن، به کمک های بیدرنگ در این زمستان نیاز دارند. در حال حاضر تنخواه برای آموزگاران، نرس‌ها، پزشکان، کارمندان آبرسانی و حتی برای کسانی که زباله ها را جمع می کنند وجود ندارد. پیش از این برنامه غذایی جهانی سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر کمک های بیدرنگ انسان دوستانه به افغانستان انجام نشوند، تا زمستان پیش رو میزان ناداری و فقر تا 90% افزایش خواهد یافت. وزارت اطلاعات و فرهنگ با فرستادن نامه به طلوع و طلوع نیوز دستور داده تا پس از این طالبان به نام گرونه بل به نام امارت اسلامی یاد شود. در این نامه شش ماده‌ای آمده است که پخش مطالب و آثار که جامعه به ویژه کودکان و جوانان را دچار امنیت روانی می سازد جلوگیری شود. در ماده ششم این نامه ذکر شده که هیچ رسانه نمی تواند به واسطه تبلیغات جوانان کشور را برای رفتن به بیرون از کشور تشویق کند. در ماده های اول و دوم این نامه آمده
که رسانه ها از پخش مطالب مخالف اسلام و نیز مطالبی که شخصیت های حقیقی و حکمی در آن تحقیر گردد خودداری کنند. این نامه به امضای ذبیح‌الله مجاهد رئیس کمیسیون فرهنگی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به طلوع و طلوع نیوز فرستاده شده. با این حال تفسیر برخی از ماده های این نامه روشن نیست و نگرانی ها را از سانسور خبرها و محدود شدن آزادی بیان برانگیخته. شمار از شهروندان کشور از آنچه که ادامه محدودیت بر برداشتن پول از بانک ها می دانند سخت انتقاد دارند. برخی از آنان که از ولایت های دیگر کشور به کابل آمدند گفتند با آنکه روزها انتظار کشیدند اما تا کنون موفق نشدند که مبلغ تعیین شده یعنی 20,000 افغانی را به دست آورند. حال و روزشان این گونه است. کسانی هستند که در برابر دروازه های این بانک ساعت ها و حتی روزها انتظار می کشند تا پولهایی را که به بانک سپردن دوباره به دست بیاورند. مهدی بهزاد از بامیان به کابل آمده است. کم از کم تا اکنون 6,000 افغانی را هزینه کرای موتر و اتاق کرده تا 20,000 افغانی به دست بیاورد. سه شب روز اینجا بشه که 20,000 افغانی بگیری. من احساس میکنم اگر بانک ها پلان یا پالیسی خود در قسمت تغییر نده دیگه مردم در سر بانک ها اعتماد نمیکنه. اگر آدم ضعیف ناتوان بشه در اینجی رسیده نمیتونه. شما میبینید که در اینجی نوبت مردم ها یک بجه شب میاد. سهم زنان در اینجا نیز کم از مردان نیست. کسانی که انتظاری و سرگردانی بر زندگی عادیشان سایه افکنده است. حکومت اسلامی که همه مردم ها بخوره. هیچ رقم حکومت اسلامی است که زن اینا اونجا لاین شیشتگی است. حکومت اسلامی همی رقم می باشه که زن در پشت دروازه استاد شوه و چل رقم توهین شوه. اما شمار کسانی که برای گرفتن معاش و پول نقدشان در اینجا در پشت درب نوی کابل بانک مراجعه کردند دو برابر هستند. مادیم به خاطر گرفتن معاش ولی بدبختانه این وضعیت که میبینین بیروبار به حد زیاد است. مردم به حد مشکلات دارند. دغه تیغوالو چې دغه نور نمایندګیم خلاص کی تر سوی د خلکو مشکلات حل شي. اما حکومت در این باره چه پاسخی دارد؟ همه پول ها از بانک کشیده شو. باز افغانستان خدا نخواستم روی یک بحران رو برو شده باشم. مشکل افغانستان مشترک است، باید ملت تحمل داشته باشند. با این همه هنوز روشن نیست که چه زمان محدودیت ها بر برداشتن پول از بانک ها و نیز روند داد و ستد پولی به گونه عادی برخواهد گشت. وزارت مهاجرین گفته کسانی که از ولایت های کشور به کابل آورده شدند به جاهای اصلیشان انتقال خواهند یافت. رئیس امور مهاجرین در کابل می افزاید که برای هر خانواده ای که به خانه هایشان برمیگردند 10,000 افغانی مقدار مواد خوراکی و سوخت داده می شود. در این حال شمار از بیجا شدگان که در اردوگاه آزادی در سرای شمالی کابل بود و باج دارند گفتند که در اوضاع دشوار به سر می برند. شش ماه پیش این مرد با خانوادهش از ولایت کاپیسا به کابل آواره شد. او می گوید که 4 ماه در یک خانه کرایه زندگی می کرد. اما دیگر توانی پرداخت کرایه خانه را نداشت. از همین رو 2 ماه پیش با خانوادهش اینجا در کمپ آزادی در سرای شمالی کابل آمد. این دو تا بچه ما مریض است. چیزی نداریم. دختر ما یک بچه، یک دختر ما مریض است. خانه ما مریض است دیگه. پس نداریم که پیش دکتر ببریم. واسه من نمیرسه. کسی کمکم نمیکنه که ما ببریم اونجا دکتر. در این اردوگاه صدها خانواده زندگی میکنند. خانواده هایی که میگویند با رسیدن فصل سرما آسیب پذیری آنان بیشتر خواهد شد. اول سر شو سه به ما کمپل و کار به ما خوراکا به کار یه قوشتوک دارم سه ما 30 قوشتوک دارم 30 تا فامیل دارم هم زن و مرد. ما نگران قوشتوک هستیم طفلک هستیم که در زیر باران در خانگی چطور میکنند. واقعا حیاتشان در خطر است. از سوی هم برخی از نهادهای مددرسان نیست از آمدن فصل سرما و بیچارگی بجا شدگان نگرانند. ما باید تلاش کنیم تا زندگی آسیب دیدگان را در زمستان نجات دهیم. بسیاری از مردم در آستانه نابودی هستند و آنان دسترسی به غذا ندارند. آنان نمی توانند سرمایه را که تا 6 هفته آینده خواهد رسید تحمل کنند. کودکان این آوارگان از آموزش محروم هستند. آنان برای سرگرمیشان نیز جای مسئول و بهداشتی ندارند. منگل مکتب پاتی، لدرس پاتی، لتعمیل تعلیم پاتی، منگل و سایانده بسنگ سی. در اینجا بیشتر آوارگان از ولایت های کشور به علت جنگ آواره شدند. اما در میان آنان خانواده های توهی دست هم هستند که از کابل به اینجا مسکن گزین شدند.
تا کمک دریافت کنند. کم خلده تا دیور زیرازی او مازیگر خپل کورو تزی دا کابل خلق دی. چه کم خلده تا اوسی که دری ورزی سلو رزی دری سلو پیری او که زی ورزی زداغی مخنوه نشم کوله. اما این مقام ریاست امور مهاجرین در کابل میگوید که روند برگشت به جا شدگان با کمک نهادهای مددرسان به اجرا گذاشته شده است. بعضی موسسات است که سهولت ترانسپورت اونا بعضی ما گرفتن که کرایه موتر اونا میتن و بعضی موسسات است که مواد خوراکی میتن. بعضی موسسات است که پیسی نقد میتن. اما این آوارگان میگویند که با سرد شدن هوا چالش های آنان افزایش مییابد و ممکن است فاجعه انسانی رخ دهد. مسئولان گمرک اسلام قلعه هرات گفتند که 40% کارمندان این گمرک در حکومت پیشین دوباره به کار برگشتند. به گفته آنان بسیاری از کارمندان بخش فنی گمرک اسلام قلعه به کار برگشتند و تمام سیستم های گمرکی در این گذرگاه بازرگانی دوباره فعال شدند. حمیدالله محمدی در بخش فنی دروازه خروجی گمرک اسلام قلعه کار می کند. او 3 سال می شود که این بخش را مدیریت می کند. محمدی پس از سقوط حکومت پیشین دوباره به کارش برگشته است. نمی خواهیم که وطن ما به طرف نابادی برود، می خواهیم کشور ما آباد شود. به او خاطر به جوان ها ضرورت داره. جوان های تحصیل کرده ما باید بیان به کار خود ادامه بتن. این وطن به ما ضرورت داره. به این معنا نیست که حکومت تغییر کرد، شرایط تغییر کرد، وطن ما از بین رفت. حمیدالله محمدی 11 سال در بخش های گوناگون وزارت مالیه کار کرده است. او میگوید سیستم های گمرکی به کارمندان فنی نیاز دارد و باید به جوانان تحصیل کرده فرصت بیشتری داده شود. قبلا نام این سیستم بود یک سیستم بین‌المللی، سیستم اسیکودا که اکثریت کشورهای جهان در بخش گمرکات خود از این سیستم کار میکنند. این وطن ما است مثل که زمان گذشته هم کار میکنیم، الان هم به جان دل اجرای وظیفه هستیم، میخواهیم که وظیفه خود اجرا کنیم. مسئولان گمرک اسلام قلعه میگویند که 40% کارمندان این گمرک دوباره به کارشان برگشتند. آنان از دیگر کارمندان نیز میخواهند که به کار برگردند. در پخوا کارمندان پسل که 40% انشاءالله واس هم در پخوا کارمندان دلت از مش سردی و خپلی چاری شپیت منان سر پر مخوری و پسل که 50% از مش سابقه مجاهدینی که هم پا گمرکات که کارون کردی و کار سر ولد دی. با اینکه امارت اسلامی افغانستان از کارمندان حکومت پیشین خواسته است که دوباره با کارشان برگردند، اما دیده می شود که بیشتر کارمندان بلند پایه نهادهای حکومتی در هرات از کارشان برکنار شدند و افراد امارت اسلامی افغانستان در این اداره ها جابجا شدند. در کمتر از 50 روز اخیر فعالیت های 7 رادیو و 1 تلویزیون محلی در ولایت کندز متوقف شدند. مسئولان این رسانه ها گفتند که پس از سقوط حکومت پیشین اوضاع اقتصادی این رسانه ها بدتر شدند و به همین علت فعالیت هایشان را متوقف کردند. پس از سقوط حکومت پیشین بیشتر رسانه های محلی در ولایت کندز با چالش های اقتصادی روبرو شدند. مسئولان رسانه های محلی در این ولایت میگویند که آنان به علت کمبود بودجه مجبور شدند که فعالیت های 7 رادیو و 1 تلویزیون محلی در این ولایت را متوقف بسازند. قسمی که ما نشرات سابقه داشتیم فعلا همون نشرات آغاز کردیم، لیکن این امکان نداره که ایره ما تا آخر این رقم نشرات داده بتانیم، چون اعلان نیست، کار نیست، ماش مامورین است. فعلا امارت اسلامی د دوی نمونګه حمایکی او نمونګه سره کوم همکاری لري، فقط دوی چې نشرات او نشرات خود چې مفته نه کی چرته د تلویزیون د رادیو د داس کوم د ماجد سپیکر نه چې مثلا موږ په برق باندې و چر وری د مثال کارمندان غواړي، ماش غواړي، نور مخوراق غواړي. از سوی هم با متوقف شدن این رسانه ها در کندز ده ها خبرنگار نیز بیکار شدند. از همین رو آنان میگن با چالش های فراوان اقتصادی روبرو هستند. کاروبار نشته من خپل دا کار کو نماش هیڅ نشته من خپل دلته داسې د کار کو رایګان کار کو دا سو مې درې مې سکیږم
دست رگان کار کنیم. کسی اعلانات نمیده، از پانتونای خصوصی بگویم اینا هم درسایشان محصلینشان کم شده از خاطر اعلانات نمیده. بعضی مسائل دیگه که هم کارمندان تلویزیون کم شده و هم کارمندان رسانه‌ای و طبقه اوناس خو به کلی دیده نمیشه. تمام رسانه ها در حالت سقوط است و یک ایدهش هم سقوط کرده و نشراتشان مسدود میباشه و ما خودم هم به طور رایگان در این روزا کار فعالیت خود پیش میبریم، رایگان کار میکنیم و اگر روان چنین ادامه بیاوه و امکانات نباشد اگر ما هم ناگزیر هستیم که همی خبرنگاری و همی بخش رسانه را ترک کنیم. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که از هنگام سقوط حکومت پیشین تا اکنون از میان 10 رادیوی محلی 3 رادیوی آن در کندوز فعالیت دارند و نیز یک تلویزیون محلی به علت بحران اقتصادی فعالیت هایش را در این ولایت متوقف کرده است. با این ترتیب رسیدیم به پایان محور. تا درود بدرود، شب بر همه شما خوش.